طالبان، دموکرات نماها هنوز برای پراگنده سازی جامعه افغانی دست و پا می زنند. امرالله صالح، مردم کنترل ولسوالی های آبکمری و قادس در ولایت بادغیس به دست گرفتند. چندین ولسوالی در 7 ولایت در شمال افغانستان از وجود طالبان پاکسازی شد. لشکر انتحاری طالبان به شهر میمنه رسید. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یک از دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشید. معاون سخنگوی طالبان میگوید که پس از مرگ دموکراسی، دموکرات نماها هنوز برای پراگنده سازی جامعه افغانی دست و پا میزنند. با گزارش اسپوتنیک، انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در صفحه تویترش نگاشته است که اوج بخشیدن خشونت‌های قومی و نژادی بزرگترین دستاورد دموکراسی در افغانستان بود. او تاکید دارد پس از مرگ دموکراسی، دموکرات نماها هنوز برای پراگنده سازی جامعه افغانی دست و پا میزنند، حالا که برایشان دیگر چیزی نمانده بین خود دست و گریبانند که طالب کدام قوم خوب است و از کدام قوم بد. گفته می شود که وضعیت در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب به گونه کامل نظامی است و کمربندهای شهری نیز در کنترل نیروهای ازبک تبار قرار دارد. حامیان مخدوم عالم، فرمانده مشهور قوم ازبک، اعلام کردند تا که آقای عالم از بند طالبان رها نشود به اعتراضات خود ادامه می دهند. امرالله صالح، مردم کنترل ولسوالی های آبکمری و قادس در ولایت بادغیس را به دست گرفتند. او تأکید دارد که به خاطر تقویت حرکتشان از هیچ گونه حمایت دریغ نخواهیم ورزید. به گزارش اسپوتنیک، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور فراری افغانستان در صفحه فیسبوکش نگاشته است که مردم با عزت و با همت ولسوالی های آبکمری و قادس در ولایت بادغیس ساحه را از وجود طالبان تصفیه نموده و کنترل امور را به دست خود گرفتند. او تاکید دارد که به خاطر تقویت حرکتشان از هیچ گونه حمایت دریغ نخواهیم ورزید. آقای صالح می افزاید که گسترش قیام شجاعانه مردم ولایت تاریخ ساز فاریاب روزانه امید برای نجات افغانستان از شر گروه طالب می باشد. چندین ولسوالی در 7 ولایت در شمال افغانستان از وجود طالبان پاکسازی شد. رابعه سادات در صفحه رسمی تویتر خود چنین نگاشته است: تازه دره صوف سمنگان، اشکمش بدخشان، رستاق و چعاب تخار، اندراب بغلان، میمنه فاریاب، آبکمری و قادس بادغیس و بخشای از پنجشیر از وجود طالبان پاکسازی شده است. پیشتر رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی گفته بود که به زودی 10 الی 12 ولایت از تصرف گروه طالبان بیرون خواهد شد. لشکر انتحاری طالبان به شهر میمنه رسید. مختار وفایی در صفحه رسمی تویتر خود چنین نگاشته است: تجمع مردم و طالبان ازبک در مرکز شهر میمنه همچنان گسترده است. ده ها جنگجوی پشتون تبار از ولایات بادغیس، کابل، بلخ و جوزجان به میمنه اعزام شده و با آنان دستور شلیک داده شده است. لشکر بدری که متشکل از انتحاری های شبکه حقانی است، مسئولیت تشنج جنگجویان پشتون در میمنه را بر عهده گرفته است. تحلیل و یادداشت خبرگزاری 8 صبح کابل. دختران ورزشکار در آرزوی برگشت به سالن‌های ورزشی. خبرگزاری 8 صبح. خانم سلطانی 4 سال پیش با شمار از دختران دیگر در ولایت غزنی اولین تیم والیبال دختران این ولایت را تحت نام عروس البلاد را اندازی کردند. آنان تلاش داشتند که توانایی و تلاش دختران در ورزش را به نمایش بگذارند. خانم سلطانی گفت: تلاش ما این بود که فرهنگ ورزش را در جامعه نهادی نکنیم و برای همیشه نشان دهیم که زنان نیز می توانند ورزش کنند. تلاش ما این بود که نباید به دختران همچو جنس ضعیف و دوم نگاه شود. و افزود از آنجا که غزنی یک ولایت نسبتاً سنتی بود، ورزش دختران در این ولایت با واکنش تند و منفی از سوی شمار از مردم مواجه شد. از سوی هم به گفته او شمار از دختران از این کار بسیار استقبال کردند. این استقبال باعث شد تا آنها اولین تیم والیبال دختران ولایت غزنی را ایجاد کنند.
پیش از حاکمیت طالبان تیم والیبال عروس البلاد در مسابقات مختلف اشتراک میکرد و تمریناتش را به شکل منظم در شهر غزنی ادامه میداد، اما پس از تسلط طالبان این تیم از فعالیت باز مانده است. خانم سلطانی تصریح کرد اکنون تمرین نمیتوانیم، در غزنی هیچ سالون ورزشی حاضر نیست که برای دختران وقت بدهد. اگر مکان مناسب بیابم ورزشم را ادامه می دهم. من والیبال را دوست دارم. تحت حاکمیت طالبان ورزش دختران جایی ندارد، اما در بیرون از این فضا و حاکمیت می توانم ورزش کنم. سرپرست تیم والیبال عروس البلاد یادآور شد که با آمدن طالبان همه امید، انگیزه و بال و پرواز آنها گرفته شده است، چون به گفته او طالبان ابتدایی ترین حق زنان را که آموزش است از آنها گرفتند. طالبان پس از تسلط بر کشور اعلام کردند که اسلام و طالبان به زنان اجازه نمی دهد که کرکت یا هر نوع ورزش دیگر را انجام دهند، زیرا ممکن است بدنهایشان دیده شود. طالبان تاکید کردند هرگز از این موضع خود کوتاه نمی آییم. اسلام به زنان اجازه می دهد طبق نیازهایشان از خانه خارج شوند، اما ورزش نیاز ضروری نیست. اولین تیم والیبال دختران ولایت غزنی 4 سال پیش با همت خانم سلطانی، کبرا صمیم و کامله کبارنگ سعادت راه اندازی شد. خانم سلطانی میگوید در شروع که تیم را راه اندازی کردیم، تمام داشته های ما یک توپ، یک حال فرسوده و میدان خاکی مکتب البیرونی شهرک نوآباد غزنی بود که بعداً مسئولان مکتب مانع تمرینات ما در میدان مکتب شدند. خانم سلطانی به آینده ورزش تحت حاکمیت طالبان امیدوار نیست، با آن هم از حکومت سرپرست طالبان می خواهد که حق آموزش، حق کار و حق ورزش زنان را نادیده نگیرد. از تسلط طالبان بر کشور حدود 5 ماه می گذرد. در این مدت دانش آموزان دختر که در دوره لیسه هستند حق رفتن به مکتب را نیافتند. در کنار این بیشتر زنان حق کار در بیرون در ادارات دولتی را ندارند. بانو رسا حدود 4 ماه پیش از تسلط طالبان بر کشور به ورزش رو آورده بود. وای در بخش کانگ فو تمرین میکرد و خیلی دوست داشت در این رشته تمرین کند، اما با آمدن طالبان از ورزش کردن باز مانده است. رسا گفت در گام نخست ورزش برای صحت مفید است و بعدن خواستم کسی شوم که بتوانم به تنهایی از خود و از ارزش های زنان در برابر کسانی که ما را اذیت و تمسخر میکنند استادگی کنم. با آمدن طالبان از درس و هدفهایی که در زندگی داشتم باز ماندم. با وجود تمام محدودیت ها دوست دارم تحصیلاتم را ادامه بدهم و در کنارش ورزش کنم. این بانوی جوان نیز از حکومت سرپرست طالبان می خواهد که مانع تحصیل، کار و ورزش زنان نشود. رسا افزود از این که ورزش نمی تواند احساس کسالت و ناامیدی می کند و امیدوار است هر چیزی تر از این شرایط خلاص شود. تشکر که تا این دم با ما بودید. شبتان خوش.